بحث پورت سکیوریتی زمانی که من میخوام دسترسی این افرادی رو به سویچ هم محدود کنم، این کار چجوری انجام میدیم؟ بر اساس آدرس های لایه 2 یا مک آدرس ها؟ یعنی میخوام بگم که تو بحث پورت سکیوریتی میخوایم ببینیم که چه کسی میتونه دسترسی داشته باشه به پورت های سویچ من، اینترفیس های یه سویچ من، یا میتونیم محدود بکنیم. یعنی این تو قسمت اول میتونیم دسترسی های مجاز و غیر مجاز داشته باشیم، تو قسمت پای میتونیم محدود بکنیم. رو هر اینترفیس چند تا پیسی میتونن وصل بشن؟ یعنی چی چند تا پیسی؟ یعنی که مثلا فرض کن یه سویچ دیگه من آیا اجازه دارم به این اینترفیس وصل کنم، یا این اینترفیس سویچ من طراحی شده که فقط به یک پیسی جواب بده یا به یک هاست میخواد جواب بده و من دوست ندارم تو شبکه‌ام کسی بیاد به این اینترفیس من یه دونه سویچ دیگه وصل بکنه یا یه اکسس پوینت دیگه وصل بکنه. و در انتها میخوایم ببینیم اگه یه همچین اتفاقی افتاد سویچ چیکار کنه. حالا فرض کن اینا رو تحت قالب وایلیشن یا تخلف میشناسیم، اگه این تخلف رخ داد سویچ من چه کاری انجام میده. تو قسمت اول بحث کانفیگوریشن این بحث و تنظیماتش، ما این رو باید بدونیم که پورت سکیوریتی آپشنیه که فقط روی پورت های اکسس قابلیت انجام شدن داره. ما هنوز بحث اکسس و ترانک رو باز نکردیم، یعنی بعداً توی قسمت‌های ویلنینگ با هم یاد می‌گیریم که ما دو مدل اینترفیس داریم، اینترفیس‌های اکسس و اینترفیس‌های ترانک. یه اینترفیس بای دیفالت تو حالت اتوه، حالت اتو حالتی نیست که من بتونم پورت سکیوریتی روش فعال بکنم. پس من بدون اینکه هنوز مفهوم اکسس و ترانک رو بدونم، چون می‌خوام پورت سکیوریتی کار کنم، می‌دونم استپ اول کار من اینه که وارد مود یک اینترفیس میشم و بعد با دستور سوئیچ پورت مود اکسس اون اینترفیس رو میبرم تو مود اکسس. کار بعدی که میخوایم بکنیم باید پورت سکیوریتی روش اینیبل کنیم. با دستور سویچ پورت فاصله پورت سکیوریتی من میتونم پورت سکیوریتی روی اینترفیسم اینیبل کنم. کار بعدی که میخوایم بکنیم این زمانی که من میخوام اون مک آدرس های مجاز رو معرفی بکنم، من دو روش برای این کار دارم. تو روش اول این که من میام مستقیما تنظیم میکنم اون مک آدرس های مجاز رو با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی مک آدرس، به این صورت من مک آدرسم رو به اینترفیسم معرفی میکنم. مثلا به عنوان مثال تو این دوتا خط پایین دو تا مک آدرس مختلف، یعنی دو تا من برای از نظر من مجازه که دو مک آدرس یاد گرفته بشه، من هر دو مک آدرس رو به اینترفیس سویچ هم معرفی میکنم. این یه روشه. روش بعدی اینه که فرض بکنید، خب این کار سختی، فرض کنید من تو شبکه کار میکنم که 48 نفر مثلا وصلم به پورتای سویچ هم و من باید برم دونه دونه مکادرس ها اینو در بیارم با این دستور به این معرفی بکنم. من میتونم این کار دیگه بکنم، بگم که این 48 نفری که الان به پورتای سویچ من متصلن از نظر من اگر مجاز هستند، من به سویچ میگم بیا برو همون مک آدرس هایی رو که الان لرن کردی رو این اینترفیس روی اون دستگاه، بیا همین رو به صورت استیکی به خودت بچسبون. تو این حالت من ماکسیموم یه دونه میتونم مک آدرس داشته باشم. حالت بعدی، حالتی که من میخوام تعداد مک آدرس های قابل یادگیری روی اینترفیس رو مشخص بکنم، یعنی که ببینیم بای دیفالت ماکسیمومش چیه، که من میتونم بیام با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی ماکسیموم 2 مشخص بکنم که مثلا روی اینترفیس ماکسیموم 2 تا مک آدرس میتونی لرن بکنی. اگه مک آدرس سوم اومدی لرن بکنی، از نظر من یه تخلف یا وایلیشنه، که حالا بعدم میبینه در صورت وقوع وایلیشن چه اتفاقاتی میتونه بیفته. یه نکته دیگه هم پایین بهتون بگم، بحث اینه که خب من زمانی که میخوام این تمام این دستورات رو کانفیگ بکنم، این سخته که من بیام روی 24 پورت سویچ تک تک برم این کارا رو انجام بدم، که عموماً هم مثلا من میخوام رو همه 24 پورت این تنظیماتم رو به صورت یکسان داشته باشم. ما میتونیم از یه حالتی به اسم اینترفیس رنج استفاده بکنیم. یعنی من میتونم به جای اینکه بیام با دستور اینترفیس مثلا فست اینترنت 1 برم داخل فست اینترنت 1، بیام با دستور اینترفیس رنج بگم فست اینترنت مثلا 0.1 تا 8 حتی به اینم ختم نمیشه. من میتونم با
یه ویرگول در ادامهش یه سری دیگه یا یه رنج دیگه رو براش معرفی کنم. بعد با این حالت من وارد اون رنج میشم و حالا تنظیماتی که تو اون رنج انجام میدم روی تمام اون اینترفیس های رنج اعمال میشه. تو حالت بعدی من میتونم مشخص بکنم که در صورتی که یه وایلیشنی رخ داد، یعنی حالا فرض کنید من گفتم این مک آدرس مجازه، یه مک آدرس دیگه لرن شد، یا من گفتم دو تا مک آدرس مجازه یا یه مک آدرس مجازه مک آدرس دوم یا سوم اومد لرن شد، این یعنی یه وایلیشنی رخ داده. زمانی که یه وایلیشنی رخ میده بای دیفالت روی حالت شاددانه، ولی دو حالت دیگه هم این وسط وجود داره. دقت کنیم چه اتفاقی میفته. اولا من با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی وایلیشن میتونم مشخص کنم که کدوم یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. گفتیم بای دیفالت شاددانه. من میتونم چیکار کنم؟ اگه توی مود شاددان باشه، زمانی که یه وایلیشنی رخ میده اون پورت دیسیبل میشه، یعنی در ازاش پکت های متخلف و سایر پکت ها دیسکارد میشن و علاوه بر اون یه لاگی میفرسته که من میتونم لاگو مثلا به سرور سیسلاگ ارسال کنم. به فرض میگم من اگه یه دستگاه دارم که مجاز نیست از یه اینترفیس هم استفاده بکنه، اینو وصل بکنم به دیوایسم، به سویچم، این پورت رو میره دیسیبل میکنه، در واقع شاددان نمیکنه، میبره توی یه مودی به اسم مود ارور دیسیبل. حالا تو مود ارور دیسیبل اتفاقی که میفته، اگه من جای این رو عوض کنم، دستگاه مجاز رو هم بذارم، باز اون هم پکتاش دراپ میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که دیسیبل میشه هم پکتای متخلف هم پکتای مجاز رو دراپ میکنه. تو حالت ریستریکت یا پروتکت تو هر دو حالت اتفاقی میفته دیسیبل نمیشه پورت، یعنی پس پکت ها اگه پکت های مجاز باشن میتونن استفاده بکنن، ولی پکت های متخلف دیسکارد میشه. تفاوت این دوتا با همینه که تو حالت ریستریکت برای سیسلاگ سرور مثلا لاگ ارسال کنم، یعنی لاگ جنریت میشه، ولی تو حالت پورتکت لاگ هم ایجاد نمیشه. من میتونم با دستورات شو پورت سکیوریتی ادرس، شو پورت سکیوریتی روی یک اینترفیس خاص پورت سکیوریتی مو ترابل شوت کنم و میتونم با استفاده از دستور شو اینترفیس استاتوس نگاه بکنم وضعیت استاتوس اینترفیس هم در چه حالیه و بعد میتونم حتی نگاه بکنم شو اینترفیس استاتوس ارور دیسیبل کدوم اینترفیس هم تو به خاطر همچین موارد توی مود ارور دیسیبل قرار گرفتن. این موارد خیلی به پورت سکیوریتی ربط نداره، ولی حالا که داریم در مورد ترابل شوت صحبت می‌کنیم بهتره از اینها هم اسم ببریم. من با دستور شو مک ادرس تیبل میتونم جدول مک سویچم رو نگاه بکنم و همونطور که می‌دونیم هر مکی که توسط سویچ لرن میشه یه مدت زمانی بهش ایج میگن، یه مدت زمانی این مک رو نگه می‌داره در صورتی که دیگه ترانسفر دیتا نباشه. اگه به فرض داره از یه مکی دیتا میگیره، خب این مک داره لرن، همش داره ازش پکت میاد، ولی دیگه خبری ازش نمیشه، اون مک رو از جدول مستقیما پاک نمیکنه، یه مدت زمانی نگه میداره که من میتونم اون رو با این دستور تغییر بدم اون مدت زمان رو. نکته بعدی که میخوایم ببینیم، زمانی که من استاتوس یه اینترفیس رو دارم با این دستور چک میکنم، در واقع اتفاقی که میفته میاد چیکار میکنه؟ دو مدل به من گزارش میده، یعنی میگه این اینترفیس فیزیکال آپه، مثلا لاین پروتکل آپه، یا اتفاقای دیگه. میخوایم اینا رو با هم تحلیل بکنیم. میتونیم یه جورایی بگیم که این داره گزارش از لایه 1 میده، این داره گزارش از لایه 2 میده. زمانی که اینترفیس من آپه، لاین پروتکلش هم آپه، یعنی دقیقاً اینترفیس اینترفیس اپریشناله، میتونه درست کارش انجام بده. زمانی که اینترفیس من آپه ولی لاین پروتکلش دانه، یعنی یه مشکل لیر تویی وجود داره. حالا این مشکل لیر تویی توی روتینگ بیشتر پیش میاد، مثلا ممکن انکپسولیشن روتینگ من توی دو طرف متفاوت باشه، یا ممکنه پارامترهایی مثل کیپ الایو و سایر پارامترها این بین دو تا روتر من یکسان نباشه، ولی تو بحث مثلا سویچینگ میتونه مثلا حالت ارور دیسیبل یه مثال خوب باشه. اینترفیس من وقتی که دان اندانه، یعنی این اینترفیس به صورت
لایه یکی یعنی کلا از بحث کیبلینگ بگیریم و سایر موارد، این اینترفیس دانه، پس چون لایه یکش آب نشده قاعدتا لایه دوش هم آب نمیشه. برای همینه که نوشتیم این حالت پاسیبل نیست، اینترفیس من نمیتونه تو لایه یک دان باشه ولی تو لایه دو آب باشه. حالت بعدی حالتیه که اینترفیس من ادمنستریتیولی دانه. یعنی چه ادمنستریتیولی دانه؟ یعنی اینکه من رفتم روی اینترفیس با دستور شاددان اون اینترفیس هم رو خاموش کردم که برای اینکه این مشکل رو حل بکنم با دستور نوشات میتونم این کار رو انجام بدم. و دیدیم که پس طبق قبل اون اتفاقایی که توی حالت روترا میافتاد توی حالت سویچ محدودتره برای مشکلی که لیر 2 دان باشه. باز تو ادامه که بخوایم چند تا نکته رو اشاره بکنیم، من این سری کانفیگوریشن های ساده دارم. من میتونم تو مود اینترفیس هم یه اینترفیس رو براش دیسکریپشن بذارم، یعنی بگم که مثلا این وصله به لن من، این اینترفیس من وصله به کامپیوتری که مثلا به این سرور وصله، میتونم براش دیسکریپشن بذارم. بای دیفالت اسپید رو حالت آتوه که میتونم خودم دستی اسپید اینا رو با این دستور تنظیم کنم. دوپلکس هم همینطور، ولی من میتونم خودم بهش بگم که این هفت دوپلکس کار کنه یا فول دوپلکس کار کنه. و دیدیم با دستور شاددان و نو شاددان میتونیم یه اینترفیسی رو خاموش کنیم یا روشن کنیم. حالا میخوایم موردهایی که با هم دیگه کانسپتش رو مرور کردیم بیایم پیاده سازیش هم ببینیم. من میام چند تا سویچ اینجا قرار میدم، یه سویچ میذارم این سمت سناریوم، یه سویچ میذارم این سمت، بعد میام سراغ ان دیوایسا، یه کامپیوتر میذارم اینجا، یه کامپیوتر میذارم اینجا، یه کامپیوتر میذارم اینجا و یه کامپیوتر دیگه میذارم اینجا. بعد میام روی کانکشن ها، از هر کامپیوتری مثلا اینو بس میکنم پورت یک با کابل استریت، از این کامپیوتر هم وصل میکنم به مثلا به پورت دو، همین کار رو این ور تکرار میکنم، از این کامپیوتر وصل میکنم به پورت یک و از این کامپیوتر وصل میکنم به پورت دو. بعد بین این دو سویچ میام با کابل کراس مثلا اینترفیس 10 رو وصل میکنم به اینترفیس 10. خب ما قبلا وقتی میخواستیم سویچ ها رو کانفیگ کنیم چیکار میکنیم؟ یه کامپیوتر اینجا میذاشیم با کابل کنسول وصل میکردیم، نحوه این رو دیدیم چجوری از طریق کابل کنسول این کار رو بکنیم، یا اینکه میمدیم تلنت رو اندازه میکردیم و از این دستگاه تلنت میزدیم. یه روش ساده تری توی خود سیمولیشن وجود داره، این تو دنیای واقعی نیست. برای اینکه کار ما راحت بکنه این به من یه تبی میده که تو این تب من میتونم کامند لاین دیوایس هم رو داشته باشم. یادمون نره که این رو ما تو محیط واقعی نداریم و احتیاج به اون روش هایی که یاد گرفتیم خواهیم داشت. اگه احساس میکنم من دیگه هی اینجا تکرار نمیکنم چون میخوام تکنولوژی بیس بریم جلو، مثلا پورت سکیوریتی رو میخوام یاد بگیریم، دیگه نمیخوام دوباره زمان بذاریم برای اینکه تلنت یا کنسول رو آموزش بدیم. اگه احساس کردین قسمت رو احتیاج به بازآموزی داره میتونید برگردید به دیویدیوهای به اون ویدیوهای آموزشی اون قسمت و مجدد ببینیدش. خب برگردیم اینجا، من میام روی این کامپیوترم آدرس آی پی میدم، مثلا این رو آدرس آی پی شو میذارم 192.168.1.10. این کامپیوتر رو میذارم 1.11. این کامپیوتر رو میذارم 1.12. و این کامپیوتر رو میذارم 1.13. خب بریم سراغ سویچمون. من تو این سویچ کاری که میخوایم بکنیم، میدونید با پورت سکیوریتی من میتونم یا مشخص کنم که روی اینترفیس های سویچ من چه مک آدرس های مجازند، این یه کار، و حالت بعدی من میتونم مشخص کنم روی اینترفیس حد اکثر چند مک آدرس لرن بشه. همه این رو میخوایم با هم ببینیم. تو قسمت این سمت شبکه من دقیقا میخوام بهش بگم که تو روی اینترفیس ها چه مک آدرس های مجازند. تو این قسمت هم میخوام مک آدرس ها رو مجاز بکنم، فقط میخوام بهش بگم همون چیزایی رو که الان میدونی رو یاد بگیر، همونا رو به خود استیک کن، دستی نمیخوام بهت مک آدرس معرفی کنم. و ارتباط بین دوتا سویچمون رو
میخوایم این اینترفیسش رو بگیم ماکسیموم یه دونه مک آدرس لرن کن، چه مشکلی ایجاد میشه؟ اینور من دو تا کامپیوتر رو قرار روی این اینترفیس لرن بکنم. خب بریم ادامه بدیم. با اینیبل وارد مود اینیبل میشم، با دستور کانفیگر ترمینال وارد گلوبال کانفیگوریشن مود میشم. مثلا میگم اینترفیس فست اینترنت 0 1. چطوری میتونم بفهمم که سویچ من چه مکانیزم بر نامگذاری داره؟ من برمیگردم بیرون، میتونم با دستور شو آی پی اینترفیس بریف ببینم که من چه اینترفیس هایی رو تو سویچم دارم. حالا این رو که شناختم میتونم بگم برو اینترفیس فست اینترنت 0 1 میخوام این رو کانفیگ کنم. این ایف رو هم میدونستیم که جریانش چیه. خب برای اینکه این رو کانفیگ کنم گفتیم اول از همه با دستور سویچ پورت مود اکسس، مود اینترفیس هم یعنی بارد اکسس، چون میدونیم که پورت سکیوریتی فقط رو اینترفیس اکسس قابلیت پیاده سازی دارن. وقتی این اینترفیس اکسس کردیم در ادامه با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی من میام پورت سکیوریتی رو روش فعال میکنم. حالا با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی مک ادرس، یا میتونم مک ادرس مستقیما بهش بگم یا میتونم بگم خودت یاد بگیر. من میخوام اینو مستقیم بهش بگم، مثلا بهش میگم مک ادرسی که شما دارید مثلا 1111111222 این مک ادرست باشه. حالا کاری که میکنم چیه؟ میام اینجا از این کامپیوتر پینگ میکنم 192.168 0 بود یا 1 خاطرم نیست، 0 10 مثلا چند بود این؟ 1.11 مثلا. برگردیم دوباره اینجا، میام اینجا میگم پین کن 1.11 رو. چه اتفاقی افتاد؟ این اینترفیس دان شد. چرا؟ چون بسته ای که از این رفت رو سویچ نگاه کرد دید سورس مکش، سورس مک این پی سی است. یعنی چیه؟ من میتونم ببینم این رو، میام اینجا روی اگه خاطرم باشه تو حالت کانفیگ بود فکر میکنم روی اینترفیسش، بله این مک آدرسشه، مک آدرس این پی سی اون چیزی که من الکی اینجا کانفیگ کردم نبود. پس اینی الان یه تخلفی رخ داده و میدونیم در حالت عادی تخلف حالا چه اتفاقی میفته، شات داون میکنه پورت رو، شات داون هم نمیکنه، میبره تو مود ارور دیسیبل و میبینیم دلیل اینکه این قرمز شد چیه. حالا میام این سمت میخوام اینجا این رو بهش معرفی بکنم، کانف تی با دست، میخوام الان دوتا اینترفیس رو با هم انتخاب کنم که تنظیماتم رو تکرار نکنم. با دستور اینترفیس رنج میتونم بهش بگم فست اینترنت 0 1 تا 2. من یه رنجی رو انتخاب کردم. با دستور سویچ پورت مود اکسس همه این دوتا اینترفیس رو اکسس میکنم. با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی، پورت سکیوریتی رو روش فعال میکنم. موقع مک ادرس میگم سویچ پورت پورت سکیوریتی، میخوام در مورد مک ادرس صحبت کنم ولی دفعه نمیخوام دیگه مک ادرس رو بهش بگم، میخوام اینو بگم خودت استیکی لرن کن. بعد میام اینجا پینگ میکنم 192.168.1.12 رو، پینگ من هست. بعد برمیگردم رو سویچ با دستور شو رانینگ کانفیگ اینجا رو نگاه کنید. الان من استیکی بهش گفتم خودش رفت مک آدرس اون دستگاه رو لرن کرد و دیگه این مک آدرس مجازیه که اینجا میتونه استفاده بشه. برمیگردم رو سویچ اول با دستور شو پورت سکیوریتی من میتونم ببینم که با
پورت سکیوریتی روی فست اینترنت 01 من فعاله، ما بقیش رو ببینیم. ماکسیموم حالتی که میتونه یاد بگیره یه دونه است، مگر اینکه من با دستور سویچ پورت پورت سکیوریتی ماکسیموم اضافهش بکنم مثلا دو بکنم، یه دونه است. یه دونه هم روش یاد گرفته شده، اون چیزی که من بهش گفتم، و یه وایلیشنی هم روش اتفاق افتاده که این وایلیشن اگه اتفاق میفتاد چه اتفاق میفتاد؟ حالت شاتدان رخ میداد. من الان میام اینجا میگم کانفتی، میگم اینترفیس فست اترنت 010، اون اینترفیس که بین سویچ های من وصله، میگم سویچ پورت مود اکسس، سویچ پورت پورت سکیوریتی رو اینیبل میکنم و میگم سویچ پورت پورت سکیوریتی ماکسیموم 1. یعنی من الان نمیخوام هیچ چیزی رو بهش یاد بدم، هیچ مک آدرسی بگم، میخوام بگم تو رو این پورتت فقط یه دونه میتونی یاد بگیری. بعد میام چیکار میکنم؟ از این دستگاه پینگ میکنم 192.168.1.12 رو، چی شد؟ این اینترفیس منم قرمز شد، چون قبل از این یه دونه یاد گرفته بود، دومی رو که الان اومده یاد بگیره این اینترفیس من رو دان میکنه. که من اگه با دستور شو پورت سکیوریتی نگاه بکنم، میبینیم که دقیقاً این اینترفیس من الان آدرسی رو، چون من قرار نبود به چیز رو مک آدرس رو بهش بگم که فقط این مک آدرس مجاز باشه، ولی اینجا ماکسیموم یه دونه میتونه یاد بگیره، این طرف یه دونه وایلیشن رخ داده و در ازاش اگه وایلیشن رخ میداد شات داشت. من بهتر چیز دیگر رو بتونم که اینو اشتباه نکنید، من فرض کنید میام میگم گلوبال کامپیوتر مود میرم، میگم اینترفیس رنج فست اینترنت 0 مثلا 12 تا 15 سویچ پورت مود اکسس، سویچ پورت پورت سکیوریتی، حالا مثلا سویچ پورت پورت سکیوریتی مک ادرس استیکی. چی رو میخوام بهتون نشون بدم؟ میخوام بگم اگه اینجا بذارم شو پورت سکیوریتی، حالا به من میگه این اینترفیس ها همه اینترفیس هایی هستند که پورت روش فعاله. اینا منظورش این نیست که این اینترفیس ها شات دانه، منظورش اینه که در صورتی که اتفاقی بیفته سکیوریتی اکشنی که روش میده در ازای وایلیشن این رو دان میکنه. حالا من رو دو تا اینترفیس هم وایلیشن رخ داده ولی رو بقیهش رخ نداده، ولی اگه رخ بده چه اتفاقی میفته؟ شات دان میشه. من چطوری میتونم این حالت رو عوض بکنم؟ میتونم اینترفیس مثلا فست اینترنت 013 سویچ بورد پورت سکیوریتی وایلیشن، میتونم براش تعریف بکنم که روی حالت شات داون باشه، ریستریکت باشه یا پروتکت باشه. اگزییت کنم شو پورت سکیوریتی. الان این اینترفیس من پروتکته ولی سایرشون حالت شات داون دارن.